سلام سلام رفقای گل، حالتون چطوره؟ مسیح پانیشر هستم و خوش اومدید به یه ویدیو، یه گیم پلی دیگه. رفقا این ویدیو با همه ویدیوهایی که تا حالا گذاشتم فرق میکنه و حدودا حالت هایلاتور و کاملا آموزشی، یعنی نحوه فایت ها و فایت هایی که دادم و یه سری از اشتباهاتی که هممون انجام میدیم، حتی خود منم انجام میدم و توش براتون گذاشتم. ببینین حالا من مثلا توی این موقعیت ها، توی این چند تا بازی مثلا اینجور جایی رو درست بازی کردم و براتون گذاشتم، یعنی کارهایی که نباید بکنیم و کارهایی که ممکن خود منم انجام بدم، ولی خب توی این ویدیو من انجامشون ندادم و میخوام بهتون توضیح بدم کاملا. رفقا این بازی، خب الان اگه دقت کنین دارم میرم به سمت زون و این اسکواد چارتایی افتادن دنبالم، نمیدونم الان دیگه دوباره برگشتم دارم میرم به سمت دایره که یه جای گیرشون بیارم و با یه کاور خوب اینا رو بزنم، همچنان دنبالم هم. خب حالا که رسیدیم به دایره و اینا رو گیر آوردیم، الان دقت کنین اینجا فقط من چه حرکتی میزنم، یعنی یه کاور، یه سنگ و کاور خودم کردم و از پشت سنگ حالا بنازم یه نیدی که الان میندازن، واقعا عالی بود. خب این سنگ و کاور خودم کردم و دارم باشون فایت میدم از فاصله دور. ما سه نفریم، دوتا یار رندوم اوپن لابیه و اونا مقدار زیادی هن. یعنی چهار تان اسکوادشون تکمیله و لوت ایردراپ دارن. نکنین فقط یه چیزی که توی بازی خیلی تفاوت ایجاد میکنه اینه که بتونی کاور بگیری و با کاوری که داری فایت بگیری. ان نگاه کن، اون موقعیت خیلی خوبی داره، اونی که پشت اون سنگه، انقدر موقعیتش خوبه که حتی با اینی که دمیج یار منو میندازه. چرا؟ چون یه کاور اوکی داشت. فقط نگاه کن این دیفندر رو من چطوری کاور خودم میکنم. و یه نکته دیگه ای هم بگم، هیچ وقت تو فایت لوت نکنین، یعنی هیچ وقت. ان دیدین دقت کردین این وسط فایته دارم یاراشو میذارم دارم لوت میکنم. و اینجا هم این دیفندر جون من نجات داد و یک کاور عالی داشتم، یعنی کاوری که دیفندر به من داد اینجا خیلی کمکم کرد که ببرم. حالا یه نمونه دیگه از اینایی که بهتون میگم هیچ وقت توی فایت لوت نکنین، ببین من با کاور حالا این خونه رو کاور کردم. خب اینو گرفتم زدم. خب دومی الان داره یارم میزنه، دومی رو زدم. خب نگاه کن سومی داره میره لوت میکنه، پشمام. چرا؟ حالا دوباره نگاه کنیم یه فایت دیگه اینجا رو براتون بذارم، این خیلی جالب تره. این شاتگانه واسه طرفدارای، واسه اونایی که عشق شاتگان دارن. فقط نگاه کنیم یه دونه کاور و ذهن بازی صدا پا گرفتن چقدر میتونه پشمام وارماشین برداشته. نگاه کنیم این سنگه، ببینیم چند بار، یعنی تا کجا رفتم، یعنی نزدیک، یعنی کاملا مرده بودم. یه کاور ببینیم چقدر کمکم کرد. اینم از آخریشون. ببینین کاور توی بازی حرف اولو میزن. حالا یه چیز دیگه، این دیگه اسکیله، یعنی اینو دیگه پای چی نزنین. نگاه کنین فقط اینجا ببینین من اینا رو چجوری میزنم. سه نفرن رو تگ یارم خوابیدن، نیدار رو دقیق میندازم اونجا، ببینین میگیرم، یه چند ثانیه سه ثانیه ازش بگذره که به محض اینکه رسید زمین نیده بتره که دو نفرشون رو با هم نید کردن. الان یه نفر دیگه مونده که اونم با شاتگان میزنیم. دومی رو میستادم، سومی بخورش. خب اینم از اینجا. حالا بریم جلوتر. حالا یه گان جدیدم بچه ها چیدم، خب اسمش هم حتی نمیدونم چیه، فقط ستیر میزن، احساس میکنم قوی باشه. نگاه کن یه اسکواد داره راشم میده اینجا، من همش دارم به یاران میگم بیاین کمک، همشون نزدیک زنن، من هیچی ندارم نزدیک زن، اسنایپ و یه چیز ستیر دارم، اصلا یه وضع خیلی داغونیه. نگاه کنین ببینین گانای من چقدر داغونه، ولی خدای گان قویه. حالا اگه خواستین یه ویدیو هم باش میگیرم، یه اتچمنت هم برای این گانه براتون میذارم که شاید حالا دوست داشته باشین و ببینین اوکی باشه بذاریم استفاده کنیم. تا جایی که میتونستم خب ازشون دور شدم و چون گانه نزدیک زن ندارم نزدیکشون نرفتم و از دور زدمشون. نگاه کنین اونا حتی دوتا گانشون شک ندارم که شاتگان SMGه یا همچین چیزیه. نگاه کنین با این که حتی دیفندرم زد، نگاه کنین فکر کنم گان دومشم فنکه، دقت کردین هر چارتاشون گان نزدیک زن. نگاه این یه دونه گانش پیستول بود، رایفل داشت بدون اینکه رایفلش اصلا استفاده نکرد، داشت با شاتگان میومد. حالا اینجا هم یه فایت دیگه که من اینجا ناک میشم و یارم یه جورایی بازی رو جمع میکنه. فقط میخوام اینجا یه چیز دیگه رو بهتون آموزش بدم، یه سری اشتباهاتی هست که هممون انجام میدیم. خب حالا من توی این ویدیو اون سری اشتباهات رو انجام ندادم و دارم بهتون میگم که این کارا رو نکنید. خب امیدوارم حالا این ویدیو هم خیلی بازخورد خوبی داشته باشه. فقط نگاه کنین
الان اینجا چیکار میکنم؟ الان این دیفندر رو کاور کردم، خب تا جایی که تونستم فایت دادم و اوکی، اصلا مهم نیست این فایت، اصلا مهم نیست. فقط نگاه کنین، الان اینم زدم و یارش منو زد. خب الان یار منم میاد اینو میزنه، بعد منو بلند میکنه. وقتی منو بلند میکنه یه اسکواد دیگه با چاپر میان رو سرمون. توی همچین موقعیتی بچه‌ها نباید وایسین. نگاه کنین، دیدن دو نفریم سری راشو دادن، من سری پیچیدم. خب سری پیچیدم چون نه گان دراپی دارم نه چیزی، ولی یارم موند و یارمو زدن ترکونه. خب اینجا الان من تنها کاری که باید بکنم اینه که یه ذهن خوب برگردم اونجا و یه موقعیت خوبی پیدا کنم که باهاشون فایت بدم. و در وهله اول باید یارمو ریوایو می‌کردم که یارم هم ریوایو کردم. الان نگاه کنین توی موقعیت بهتری گیرشون آوردم. کاورگیری رو نگاه کنین، این کوه با اینکه حتی یه سنگم ندارم ولی سعی میکنم کوه رو کاور کنم جوری که مثلا مقدار زیادی از بدنم بیرون نباشه که بتونن بزننم. خب من مقدار زیادی اچ پی شون کردیم و حالا جلوترم یکی دو تاشون هم میزنم و این قسمت، این موضوع، این یه تیکه هم تموم میشه. یعنی چی؟ یعنی این که همیشه نباید فایت بدی. یه سری مواقع هست که باید فرار کنی، یه سری مواقع هست که نباید فایت بدی، توی هر شرایطی نباید فایت بدی. مثلا اونجا که اون چاپر اومد، من اگه وای میستادم وایپ میشدیم و میرفتیم لابی. اصلا فکر ایده خوبی نبود، یعنی اصلا ایده، حتی گان دراپ هم نداشتم. الان این گانی هم که دستمه گان یکی از اونایی بود که اونجا زدی بودیم، دوباره برگشتم. حالا نگاه کنین اینجا فایتی که من اینجا میدم، فقط ببینین نحوه فایت دادن توی همچین مواقعی چطوریه. حالا اونی که بالای اون خونه است اسنایپ داره، اسنایپ و دیفندر هم داره. نگاه کنین اونایی که وایسادن، خب معمولا اونایی که وایسادن دارن تیر میزنن و اگه بگیرین روشون یه چند ثانیه ای طول میکشه که بخوان حرکت کنن. فقط دقت کنین الان من چطوری با اینا فایت میدم. دیفندر پلیرم و دیفند دارم، موومنت رو حفظ میکنم و دقت تیر اون خدا رو شکر از من بهتر نبود. حالا جلوترم میریم چند نفر دیگه هم میزنیم. نگاه کنین سریع اومدم کاور گرفتم چون چند تا اسکواد اینجا در حال فایت بودن، یعنی فقط ما نبودیم. خب اینم میزنیم فینیش میکنیم بریم بالاتر یاراش هم بزنیم. داشم حسن. خیلی نکات مهمی هست توی بازی بچه، خیلی نکات مهمی هست که باید همشون رو، یعنی بعضی مواقع که بازی میکنیم به ذهنمون نمیرسه که انجام بدیم. خب مثلا اینکه کاور بگیریم یا مثلا حالتهای بازی کردن مثل اینکه نشسته راه رفتن صدا پا نمیده یا یه چیزایی، خیلی نکات مهمی هست. تو پلتفرم هم رو فقط سعی کنین اولین گانی که میاد دستتون سری شروع کنین به فایت دادن. یعنی اصلا پلتفرم، این که بخوای لوت کنی یعنی مرگ خودتو تضمین کردی. حالا نگاه کنین اینا نمیدونم چرا انقدر دیر، بعد هر چهار تا هم یه جا پریدن. خب معلومه لوت نداره وقتی چهار نفر یه جا بپرید. نگاه کنین اینا فقط این وایپش خیلی سری بود، یعنی یه اسکواد رو توی چند ثانیه وایپ کردم، گفتم براتون بذارم ببینین. یعنی هیچ نکته شاید زیاد خاصی تو این قسمت از این ویدیو نبود، توی این چند طور خیلی سری وایپ کردم و فرستادم لابی. ولی نکات خیلی جالبی هست توی بازی بچه، یعنی بازی خب مثلا شاید اونقدرها چیزی نداشته باشه دیگه، باید یه سری خلاقیت ها، حالا یه سری کارهایی که خودتون میکنین و اد استوریم کنین، منشنم کنین، بیام ببینم که شما چه خلاقیت هایی توی بازی رو خرج میدین. مثلا من سعی میکنم یک کارهای جدیدی انجام بدم چون واقعا بازی دیگه داره به یه جایی میره که دیگه میدونین کالافه دیگه خیلی دیگه بازی کردیم، یعنی بعید میدونم چیز جدیدی بشه از توش در بیاد. ولی اگه شما هم یه چیز جدیدی میتونین در بیارین تو بازی، برام حتما منو اد استوری کنین، منشن کنین، ببینم که شما چه حرکتایی میزنین و چه فکرایی دارین و چه جور ایده های بازی دارین. بعد یه نکته دیگه رو فقط جدیدن، حالا به خاطر اینکه نید انقدر باف شده توی بازی، من تا صدای ماشین، هلیکوپتر، هر چی میاد یه نید میگیرم دستم. یعنی سعی کنین تا صدای یه چیزی رو شنیدین داره نزدیک میشه سریع نیدو آماده کنین و بگیرین دستتون که بندازین طرفش. اینجا این اسکواد وایپ قشنگو تقدیم میکنم و همه تونو باهاتون یه خدافظی خوش میکنم. رفقا احتمالاً دارم برای تفریح و وقت گذرونی میرم شهرستان، احتمال داره یه چند روزی نتونم براتون شاید ویدیو بذارم. خلاصه اگه گذاشتم که هستیم و میگیم و میخندیم، اگه نگذاشتم هم یه عذرخواهی کوچولو میکنم که ممکنه نتونم براتون ویدیو بذارم. خیلی دوستتون دارم، خیلی کوچیکیم، کوچیکیم، کوچیک کوچیکینا. تا ویدیو، تا درود دیگه، بدرود. I need to change my sniper.
ماجد، یو نو.